این ویدیو میخوام به تو آموزش درست کردن یه مدل کشکو بدم که بیشتر افغان ها اینا رو درست میکنن به اسم قروت هستش و خیلی خوشمزه است. با کشک ما خیلی فرق میکنه مزهش و به نظر من مزه خیلی بهتری داره و تو آش و این رو چیزا هم میتونین استفاده بکنین و خیلی خوبه و حتی خالی هم میتونین رو بخورینش. درست کردنش هم خیلی ساده است، با هر ماستی که داریم میتونیم درست بکنیم. به صورت چکیده اینو ما درش میریم. من ماستا رو از قبل گرفته بودم و خیلی ترش شده. اگه ترش باشه که خب چه بهتر، اگه هم نباشه شیرین هم باشه بازم میتونیم همین کار رو انجام بدیم. خودش تو این پروسه کم کم ترش میشه. چیزی که احتیاج داریم خیلی ساده است، یه ماست هستش که بهتر که پرچرب باشه، مقداری نمک، یه کاسه، یه آبکش و پارچه که برای کیسه کردن اینا احتیاج هستش. از این پارچه استفاده میکنم. شما میتونید از پارچه مدخال هم استفاده کنید که حتما باید خیلی تمیز باشه. مثلا از گونی برنج، این گونی هستش که کوچیک سفیده، از اونها هم میتونید استفاده کنید، ولی حتما کامل بشورینش بعد استفاده بکنید. ما تو کشک خودمون معمولا اول دوغو درست میکنیم، یه دوغ ترش باید درست بکنیم، بهش نمک میزنیم و اینو میجوشونیمش، یه قول که زد خاموش میکنیم، بعد میریزیمش داخل این کیسه میکنیم و بعد اونو به کشک تبدیلش میکنیم. اینا برعکسش رو انجام میدن، هیچ حرارتی بهش نمیدن و برمین داریم. من فکر کنم این خیلی سالمتر باشه و مواد مغذی ماست داخلش حفظ میشه. آموزش کشک هم که بهتون قبلا داده بودم و میتونین بریم ببینین، لینکشون پایین میذارم براتون تو قسمت توضیحات که راحت بتونین پیداش بکنین. خواستیم به سبک خودمونو به هم مزه که خودمون داریم در بیاریم اونجوری. خب میرم اینو آماده میکنم. اینو پارچه رو از قبل شستم و کافیه که این ماستا رو باز کنیم و بریزیم داخلش و هم بیاریم و بذاریمش یه گوشه تا آبش بره کاملا. خود آب همین ماستی هم که مونده رو اگه بجوشونش آروم آروم تبدیل میشه به قره قروت. ماست یونانی هم میتونین استفاده بکنین اگه خارج کشور هستین. 7-8% چربی داره و خیلی خوب در میادش. این با اینکه این ماستمون سفته ولی بازم کلی تو خودش آب داره. خب اینا رو میریزیم اینجا و نمک رو بهش اضافه میکنیم. بهتره که از نمک سنگ استفاده بکنیم، یه نمک دریایی اگه دارین خیلی بهتر تا این نمک هایی که یوددار هستش و اینکه اینجا به عنوان نمک آشپزخونه میفروشن، چون آنتی کیکینگ بهش اضافه میکنن و بهتره که این همه چیزش طبیعی باشه. برای مقدار مثلا حدود یه قاشق مربا خوری پر و نمیدونم این چای خوری کدومه نمک ما به این اضافه میکنیم و بعد کیسهش میکنیم. نمک رو که اضافه کردین قشنگ اینو همش بزنین، همه جاش نمک برسه، خودش کمک میکنه که بیشتر آبش در بیاد. خب حالا اینو هم میاریم. اگه خیاطی بلدین و به صورت کیسه اینو درش بریم که کارتون خب خیلی راحت تر. ببینید من واسه چی نشده آبشم رو افتادم. اینجاشو میتونین گره بزنین یا کش ببندین و از یه جای بلند آویزون بکنین تا این قطره قطره آبش بره. اگه هم همچین چیزی رو ندارین همین تو میتونین گره بزنین، یه چیز سنگین و تمیز باشه فقط، یه کاسه‌ای که روش آب روی قرار بدین تا یه حالت پرس ایجاد بکنه و تمام این آبش
خارج بشه. خب اینو میذاریمش که آبش بره، لازم نیست توی یخچال باشه، همون بیرون میتونیم بذاریم. و همین رو برمیگردیم حدود 12 ساعت تا 24 ساعت ممکنه طول بکشه. خب بریم ببینیم که این ماستمون به چه شکلی در اومده. روز دوم هستش، من اینو یه ذره تغییرش دادم. این پایه هستش برای نگهداری موز، من اینو از این استفاده کنم. یه گیره هم اینجا بستنم، از این گیره های مال لباس هستش. من این فالچه همونو به این آویزون کردم، ببینیم که چقدر آب گرفته. نگاه کنید کلی آب توش جمع شده، یعنی آبی بودش که توی ماستمون بود. البته یعنی آب کش نمیخواد. این دوباره همچنان نگه میدیم تا این کاملا آبش گرفته بشه، یعنی ببینید یه ذره خیسیشو داره. هرچیم خوشتر باشه از اون زودتر خوش میشه و راحت تره کارتون. همین آب ماست رو اگه شما بجوشونش با حرارت خیلی خیلی ملایم، چیزی که باقی میمونه مثل خمیر هستش میشه قرقروت. ماست چکیدمون به این شکل در اومد و ببینید کاملا آبش گرفته شد و سفت سفت اینه یه پنیر شد. حالا تنها کاری که میکنیم اینه که اندازه هایی که میخواییم در میاریم و گوله میکنیم. چون نمک داشته من دیگه بهش نمک نمیزنم. خب به این شکل ما اینا رو در میاریم و تموم میشه. میتونی یه ذره پخشون بکنی و با دستتون به این شکل در بیاری. اینا چون ما بهش عقب نمک زدیم دیگه احتیاج نیست بهش نمک خورده بشه و مزهش واقعا عالیه. حالا دو تا کار میتونیم بکنیم برای خوش کردنشون، یا اگه آفتاب داغ داریم بزنینشون زیر آفتاب قشنگ تا کامل خوش بشه، یا اگه شوفاژ دارین مثلا تو همین آبکش و این چیزا بزنینش رو شوفاژ، اگه فر داریم با دمای 50 درجه سانتیگراد بذاریم توی فر، کاملا آروم آروم خوش میشه. وقتی که خوش شد توی کیسه میتونیم بذاریم جای تاریک دور از رطوبت، مدت خیلی طولانی میتونه بمونه براتون. برای تو غذا میتونیم تو آب جوش بندازین، یعنی میتونیم درسته دو سه تاشو بندازین توش، تو آش بندازین یا چیزای دیگه. حتی اینو اکثر اینو اصلا خالی خالی میخورن، گاز میزنن میخورن، خیلی خوشمزه است. ترش و نمکی و عالی و همین راحتی. ولی اینو خوش شد من دوباره بهتون نشون میدم. اگه نمک نزده بودین که تو این مرحله بهش نمک بزن، یه دو چنگ میزن بعد اینجوری گولش میکنین و همین راحتی میزنیم خوش میشه و برمیگردیم. خب قروتای ما دیگه خوش شده و ببینید که به این شکل در اومده، کاملا سفت دیگه آماده است. اینا رو تو یه کیسه نایلون بعد بذاریم و بذارینش جای خشک و خنک دور از تابش نور خورشید.
اگه جاش مرتوب باشه کپک میزنه و خراب میشه. بعد موقعی که میخوای بخوری میتونی همینجوری گاز بزنی، یعنی که مثلا آشرشته چیزی درست میکنی، یه دونه یا دو تا از اینا رو بندازون توی کاستون، خیلی راحت حل میشه و خیلی هم خوشمزه است. مثلا این خالیش خیلی خوشمزه است، یه جوری ترش و نمکیه، خیلی عالی شده. همین راحتی، خیلی مقوی و سرشار از کلسیم و مواد مغذی، مثلا پروتئین.